بچه ها خوبیش به اینه که من الان میخوام کنکوری رو تحلیل کنم که شما انتظارشو داشتید. یعنی یک سال متوالی در ساختار کنکور 99 درس خوندید، کار کردید و حالا یک کنکور در همون قالبه. بریم سوال یک. سوال یک همه واژه ها ستاره دارن از انتهای کتاب. بدون اندیشه قلبی اگر چیزی بود که غلط بود روش علامت میزنم. فعلا حیله و مکر به کار بردن رو برای تلبیس میپذیرم، جمله همه میپذیرم، زدودن میپذیرم، اما جهت نه. فعلا سه تا. بدون اندیشه قبلی برای بلبداه میپذیریم، دسته ای از مردم نه. خب من میام خودم رو توی جای شما قرار میدم، میگم شما اون که سر جلسه بگی که خب جمله شاید همچین چیزی بده. خب علامت سوال میزنم، اما جمله سراسر متلعلی تابان سه تا قطعی، اون یکی رو نگه داشتم. من میدونم حالا درستی یا غلطه ها، خودم رو جای تو قرار دادم. به این شک داری، بدون اندیشه قبلی درست، نیرنگ سازی واسه تلبیس درست، متلعلی درخشان درست، دسته از مردم اینجا هم هست. در نتیجه بیا حرفه‌ای رفتار کنیم. اگر دسته از مردم درست بود چه اتفاقی می افتاد؟ اگر دسته از مردم درست باشه که هر دو میشن چهار، که پس نمیتونه درست باشه. ببین اینجاست که طراح میخواد جنبه های دیگه هوش و توانایی آزمون شما رو هم بسنجه. خب حالا پس ببین، به این شک داشتی ولی اگر درست بدونیش دو تا گزینه صحیح خواهی داشت، میره کنار، خیلی هم راحت. بی تردید برای بی شاعبه، ها؟ ارتجالن سراسر بدون آلودگی و با خلوص صداقت. جواب چهار. خب درزی خیاط همه آنها درست است. درزی خیاط شخیص توانا، شخیص توانا. ببین میخوام مثل تو رفتار کنم. پس اینو علامت سوال میذارم، اما میدونم که تلالو صفته، طلوع کردن نیست. حالا خفیه مخفیگاه ها قطعا غلطه. تموز ماه چهارم رومیان نیست، معادل ماه چهارم ماست، ماه دهم رومیانه. بره کنار. جواب چهار. ببین پس یک عالمه اومدی واسه لغت برای خود قول ساختی و اینجا داری میبینی که به راحتی قرار بره کنار. روسیاییش میمونه برای چی؟ برای هر آزمونی که تو رو اذیت کرد، برای هر آزمونی که ادعای خلاقیت داشت، واسه هر طراحی که ادعای خلاقیت داشت، فکر میکرد لزوماً سوالای عجیب غریب دادن هنره. نه آقا بیا تو ساختار کنکور سوال بده. بچه ها رو چرا اینقدر پایین بالا میکنی؟ خب پس کنکور ساختار خودشو داره. بریم ببینیم. مجادله مستغنی، مشیت، مشوش، تخلص. بریم حالا اینجا تو پیمان همی داری و رای راست، ولی کم فلک را جزی نیست خواست. مشیت رو بهش میدم الف. دل چو غنی شد ز فقیری چه غم، غنی و مستغنی. اما برای این تیپ از سوال حواست باشه، ممکنه در یک بیت دو واژه معادل داشته باشیم. خب اون موقع است که چیدمان تعیین میکنه باید چیکار کنیم. الان غنی پس هست، چه غم روز رهایی، تخلص. پس تخلص تا اینجای کار میدیمش برای ب، ولی اینم یه ب کوچیک میذاریم ببینیم چی میشه. از همگان بی نیاز حله، یه بی نیاز هم اینجا داریم. بیا جیمو بدیم به مستغنی تا تخلص واسش بیتی داشته باشیم. ستیزه مجادله دال و دیگه پریشان و مشوش مورد ه. ببین پس گزینه ای که دال جیم الف ه ب باشه، دال جیم الف ه ب. خب
پس اینم از این سوال. همه واژه ها در واژه نامه، همه واژه ها در واژه نامه بدون هیچ پیچیدگی خاصی. تازه بیت هم داده که تو بیت ها میبینی برات یادآوری میشه. چیزی رو جان انداختم که نه. بریم برای املا. املا حواست هست در کنکور خودت از کنار شک ها و تردید ها میگذری تا به یک غلط فاحش برسی. خب بنده درویش اگر یک ذره اخلاص چشیده بودی برای عالمنگ و اعراض، اصلا اعراض نداریم با این املا. ببین چه ارفاق خوبی داره میکنه. این به معنی غلطه ها. پس جواب یک. همه این مواردی هم که آورده، عزیمت، حضرت، حضرت، رحمت، چیزی نداره. توبه، قطره، سریر، تخت، همین املاست. ضمیر، عزت، عزیز، عزوجل، آسی، درماندگی. حواست باشه نکنه در کنکور تو این غلط رسم الخطی داشته باشه ها، و بیایش سرسری نگاه کنی بری جلو متوجه غلط رسم الخطی نشی. این الان از رسم الخطی هم درسته، اون ه علکی رو نداره، مفلس. خب ادامه. چیزی حفظ نکن، قرار نیست چیزی یاد بگیری، قرار روحیه بگیری، قرار استراتژی معلوم کنی. همین، قرار خوشبین بشی به این که کنکوری داری در ساختار همان کنکورهایی که دیدی. یه سال بر مبنای کنکور 99 درس خوندی. خب غلط املایی مشهود است. بریم ببینیم. رای و نظر قبول، مباحثه، سفاهت منصوب. حالا من به شما میگم، اونایی که دانش آموز من نبودن، ببینید منصوب معمولا حرف اضافه به رو داره، منصوب به، و یک ویژگی اخلاقی رو هم کنار خودش بعضن داره. اگر نگم اغلب، میگم بعضن اینو داره. پس هیچ مشکلی نداره این. و نخواست قرص نعمتی که نشانده بود و در حق او بود در حق او از بیخ برارند. خب شما اصلا نمیدونی چیه، اما همچین واژه دیدی اصلا. ها؟ تو یه قرص دیدی، یه دونه قرص دیدی، درسته؟ بریدن برگ و بار شاخ و اینها، اصلا شما همچین چیزی رو ندیدی تا حالا. خب پس این یه غلط. یه لحظه ممکنه شک کنی، بگی نکنه نخواست هم غلطه. خب میگه نخواست، همون نخواست خودمون، نخواست که فلان شود، یه همون خواستن و اراده کردن و مشکلی نداره. وثیقه جور دیگه ای نداره، تکملایی، احتیاط تکملایی. بعد فضایل، حظ، حظ، نگاه به هم خانوادهش میکنی، میگی محظوظ رو من داشتم. پس یک غلط بیشتر ندارد. بریم بعدی. سوال 6. فرصت آن پشراندن هم نبود از نهیب، درسته، حمله درسته، انود ستیزکار درسته. بعد زایل شد، آرزه، صحت و سلامت، حاسد، تا من بدین درگاه سلطان آمدن برف دادت قول و قول، درسته. مگه ویل و غریب و آواز بلند نمیشه؟ برخاست. و اساسا شما اینجا یه بر هم داری، این بره معمولا کنار خواست بدون واو میاد، برخاست، بلند شد. خب پس جواب 3. امیدوارم که روحیه گرفته باشی و ببینی که جنگی در کار نیست. بر زمین است و ولیکن مرکب اقبال او، هر زمان اندر عنان آسمان ساید عنان. عنان، عنان، زمین هم درسته، فقط مراقب باش تو کنکور خودت یه موقع زمین به معنی ضمانت و ضامن نباشه ها. زمین کسی شدن، زمین بودن، اون دیگه با ساز زده. سراینده، الان برای شما سوال پیش میاد که خب الان چیکار کنیم؟ نزن. شاید 1% شما هم قرار نبوده صد بزنید. چند درصد شما ها میخواستیم واسه صد برید بزنید؟ نزن اینو. حالا میخوای بری بخونی قلمروها رو، با توجه اینکه اینا همشون از 12 همه، اگر بیکار بیکاری باشی،
برو قلمروها رو ببین، دوازدهم و دست کم نیمه اولش و چهارش نگاه کن. ولی نزدی هم نزدی، فدای سرت. ببین اگر آرامش خودت رو از دست بدی، اگر خستگی مضاعف بی خود داشته باشی، ممکن تستای بیشتری رو از دست بدی به نسبت اینکه بی خیال از کنار یه دونه رد بشی. به خدا من جوابشو نمیدونستم، یعنی رفتم کتابو باز کردم، چون اینا شعاراشون هم نزدیک به همه. خب من نمیدونستم، چه اشکالی داره؟ اینا دانشای هرزه است که من الان مثلا بدونم این از کیه که چی بشه. خب من نمیدونستم، من اگر میخواستم این کنکور رو بزدم این سوالو نزده میذاشتم. خب اگر من فردا کنکور داشتم، تخت استراحت میکردم یا واژه‌نامه رو ورق میزدم، یک کاری میکردم به درد بخوره، نه اینکه بیام شانس خودم رو امتحان کنم ببینم حالا کدوم بیت از کدوم شاعره. خب فقط اینکه هیچی هم ندونم، نه میدونم این از مولوی نیست. خب و و و و و و اینم که از بهار نیست، مورد جیم و دالشه که درسته. نزن فدای سرت یک سواله. خب اغراق، تضاد، تشبیه، این از اون سوالهایی نیست که هی بیای با رد گزینه بری، بهینه نیست، همشون آرایه‌های خوبی هستند. خب حالا باز ممکنه که شما خیلی اصرار داشته باشی حتما با رد گزینه بری، ولی نه، من میخونم میرم جلو، چون آرایه‌هاش جوری نیست که خیلی قاطعانه بتونیم رد گزینه کنیم. ای مرد فقر هست تو را خرقه تو تاج، سلطان تویی که نیست به سلطانت احتیاج. اغراق نداره، یک بره کنار. وصال تو به شب کس را میسر چون شود هرگز، که تو چون روز گردانی به روی خود شبستان را. میدونید اغراق در چیه؟ میگه خیلی جالبه، میگه اساساً شبی وجود نداره، اگر روز که خب روشنه، شبی هم اگر باشه تو با چهره روشنت شبستان اتاق رو روشن میکنی، پس اساساً شبی وجود نداره هیچ وقت. اغراق داریم در شدت نورانی بودن چهره یار. خب شب و روز تضادش، چون روز تشبیهش. حالا هی بیا بگرد تو گزینه ها، هی بیا شک کن. ببین من بارها گفتم، دست کم به اون عزیزانی که شاگردم بودم گفتم، همیشه که رد گزینه نیست، گاهی وقتا اثبات کن. بچه‌هایی که جدید هستند، این رو از من میتونی یادگار داشته باشی که گاهی تأیید و اثبات یک گزینه خیلی بهینه تره. بیا اثباتش کن، چی کار داری بقیه گزینه چی میگذره؟ ذره شک نداریم در به درستی. خب بریم بعدی، سوال 9. خط که میدونید چیه؟ خط حالا در کنکور شما هم اگر بود، خط ریش و موی صورت یار که گاهی وقتا تشبیه میشه به سبزه و فلان و اینا. حالا حافظ میگه خط ازار یار که بگرفت ماه از او، خوش حلقه ایست لیک به در نیست راه از او. سوال سختیه. خب بریم رد گزینه، از یه جا به بعد اگر حال کردیم بریم برای اثبات. خوشبختانه تمثیل نداره، یک میره کنار. حالا پس به این نتیجه میرسیم که حسن تحلیل دارد دارد دارد. برای بعضی بچه ها یه موقع سوال پیش میاد که اصلا تمثیل چیه. خب تمثیل یعنی یه ضرب المثل توی بیت بیاد، یا بیت به مرور زمان کارکرد ضرب المثل پیدا کرده باشه. نابرد رنج گنج میسر نمیشه، همچین چیزی نداریم. پس طراح با این لطفی که در گزینه یک کرد، ما رو از چک کردن حسن تحلیل بسیار سختش معاف کرد. خب ببینید، ماه از او گرفت، چهره یار رو داره میگه، حلقه ای است این خط یار، تشبیه رو داره میگه، مجاز نداره، هیچ لفظ مجاز داری ما اینجا نمیبینیم. جواب میشه گزینه 3، اما ایهامش در چیه؟ ببینید
ماه از او گرفت. این ماه میتونه استاره از چهره باشه، میتونه ماه آسمان باشه. اینقدر زیباست که ماه آسمان دوچار کسوف شده. کسوفه کدومشونه؟ خب حالا بعد این میشه حسن تعلیل، یعنی علت گرفتگی ماه. از طرف دیگه ماه رو میتونیم چهره یار بگیریم و بگیم که این خط، این ریش موجب تیرگی صورت یار شده، راهی هم از او به در نیست، یعنی ناچاریم بپذیریمش. بعد پس حالا از جنبه های دیگه هم میشه یا همشو بررسی کرد که ازش رد میشیم. ببین پس به خودت رحم کن، آرام باش. همیشه ارفاقهای قشنگی هست تو تست کنکور، تمثیل نداره. سه تا گزینه مون حسن تحلیلش ثابت شده، مجازم نداره. خب میام سراغ سوال 10. جالبه بیت کتاب. خب با محتسب عیب مگویید که او نیز پیوسته شما در طلب عیش مدام است. مدام که ایهاممون. البته که من بخوام در موقعیت شما قرار بگیرم میام اینجوری این عمل میکنم، میگم حسن تحلیل آرای خوبیه، برم اولینو چک کنم. کمند انبری از چین زلف دلبند است، فروغ مشتری از عکس روی دلدار است. میبینید حسن تحلیل داره اما مجاز ندیدم، ناچارم برم سراغ گزینه های دیگه. ابرویش بر ماه تاقی بسته بود، مردمی بر تاق او بنشسته بود. این میشه ابروش استعاره، کنایرم که فرض کن داره دیگه. ها خب حالا دوباره بیت 4، بیت کتابه. به رنگ اداته، پس تشبیه داره، سر یک رنگی داره، مجاز. بین یک و دو چه کنیم؟ الان ما نمیتونیم به طراح بگیم با و ما جناس نداره. ها؟ کسی میتونه قسم حضرت عباس بخوره که با و ما جناس نداره؟ طراح میاد همچین ریسکی کنه؟ کجا قانون اومده که دو حرفی ها جناس ندارن؟ حالا اگر بود با و تا یه چیزی میگفتیم بیریخته، الان یکیش ضمیر و یکیش حرفه، پس اشکالی نداره ما این رو جناس بگیریم. ایهامش هم میپذیریم برای مدام. پس طراح ما رو وادار کرد که به این نتیجه برسیم که ما در گزینه 2 مجاز نداریم. کمند انوری از چین زلف دلبند است، فروغ مشتری از عکس روی دلدار است، تعداد استعاره بیشتر است. خب ببینید اگر آموزش درستی دیده باشید و یه ذره تکنیکی رفتار کنید، کنکوری رفتار کنید، از شمارشی نباید بترسید. ممکنه فاصله عددی گزینه ها زیاد بشه. خب حالا برای خودت یک حداقل حداکثری در نظر بگیر، برو جلو. شاید اختلاف زیاد بود، نترس، پیش فرض نذار. خیلی از شماها اونقدری کار کردید که از پس خیلی از استعاره ها بر بیاید. زحمت یه سالتو با یه دونه پیشفرض بی خود نادیده نگیر. ما هم از شب سایبان بر آفتاب انداخته است. چقدر کلیشه‌ایه. ماه یار من، شب زلفشه، زلفش مثل سایبانه، بر آفتاب چهرش، سروم از ریحان تر. منطقی باش، میشه سروش یه ریحانی داشته باشه؟ نه، پس همه اینها داره در تعبیر استعاری به کار میره. بر گل نقاب انداخته است، حداقل 6 تا داره. رشته‌ای بر قمر انداخته که این مار سیاه است. قمر رو میپذیریم، رشته رو میگیم رشته زلف، هرچی. نقطه‌ای بر شکر افکنده که این مهره مار است. خب شما الان با خودت میگی خب دو رو چیکارش کنم؟ بیا اینم بگیر. حالا من نمیگم بگیرا، من میتونم توضیح بدم که میتونه تشبیه هم باشه. اصلا اینم بگیر، اینم بگیر. دیگه حداکثر 4 تاست. بین 2 تا 4 قطعا هر کاریش کنی، هر پایین بالایی که بری
به 6 نمیرسی. خب پس دو رو بذار کنار. لولو از پسته خود، لولو پسته ریخته که این چیست؟ حدیث است. لاله در مشک نهان کرده که این چیست؟ ازار است. چی رو میخوای بگیری؟ حدیث رو میخوای استعاره بگیری؟ ازار رو میخوای استعاره بگیری؟ ازار که چهره است. پس اینم هر بلایی به سرش در بیاری، چهار تا به 6 نمیرسه. به فرض که یک دانش آموزی هم نسبت به معنی ازار ضعف داره، نمیدونه معنی واژگانش اصلا یعنی چهره. عارض و ازار یعنی چهره ها، این خودشون بیاد حقیقتشون چهره است. به فرض که این رو هم شک کنه، دیگه اون آدم میاد 5 تا میگیره، 6 تا نمیگیره که. بر طرف مه نشانده سیاهی، سیاهی که سنبل است موهاشه. ها شاید هم بشه گفت اون سیاهیه مثل سنبله، هرچی. بر برگ گل فشانده غباری کمبر است، یه غباری هم گذاشته کمبر است. حالا هرچی اصلا باشه نباشه، حد اکثر 4 تا. ببین هر دانش آموزی با هر سطح متوسط، حالا روبه بالای یه ذره هم تازه روبه پایین، میتونست به این نتیجه برسه که اینجا یه اختلاف فاحشی بین یک و سایر گزینه ها هست. خب سوال 12 بریم ببینیم با چه روشی بریم جلو. خب من الان معلمم، دونه دونه گزینه ها رو با یک بار خوندن متوجه نقششون میشم. تو دانش آموزی، خب سر کنکور هم هستی، با اونی که قطعیه پیش برو. یعنی قرار نیست یه گزینه رو، یه الف رو، یه ب رو 20 بار پایین جلو عقب کنی. حالا پس مثل من فکر نکن، من الان بخونم میفهمم، اما شما ممکنه نسبت به بعضی ها شک داشته باشی، با همون قطعیات برو جلو. حالا سرو بلند بستان با این همه لطافت، هر روزش از گریبان سر بر نکرد ماهی. چه چیزی؟ ماهی. پس نهاد رو بدم به الف، چه چیزی سر بر نکرد؟ با لشگرت چه حاجت رفتن به جنگ دشمن، تو خود به چشم و ابرو برهم زنی. چه چیزی را؟ سپاهی را. پس برو بذارم اینجا. ای ماه سرو قامت، شکرانه سلامت، از حال زیر دستان میپرس گاه گاهی. من فکر میکنم همه معتقدن که این قیده، یعنی دانش آموزی نیست که این رو قید نگیره. دست کم آدم هایی که جدیان روز قبل کنکورشون اومدن اینجا نشستن، میخوام ببینن جریان کنکور هنر چیه. پس جیم رو میدم به قید. تا بشنویز هر سو فریاد دادخواهی. پس اینم میدم به دال. گزینه ب دال الف جیم کجاست؟ ب دال الف جیم. جهش ضمیر طراح جان نیار، این نه قرار نبود باشه، ولی اشکال نداره. با هر تیکش که راحتی. مفعول مسندی ها رو همه معلم ها به اندازه کافی روشون مانوف دادن. با همین قسمت برو، اگر لازم شد جهش ضمیر رو هم چک کن. خب پس تیکه‌ای که درشت‌تره، تیکه‌ای که قطعی‌تره رو برداشتم باهاش برم. گمان مبر که بداریم دستت از فتراک، بدین قدر که تو از ما عنان بگردانی. عنان را بگردانی، دور کنی. این یعنی این ساختن نیست، این گردانیدن معروف نیست، عنان رو برگردونی، این برگرداندنه. دام بودا. خب البته که گفته فاقد جهش ضمیر، این جهش ضمیر داره، پس یک بره کنار. اینم یه ارفاق دیگه. با خودت یه لحظه گفتی اه ممکنه بگردانیدم دام باشه، خب یه ارفاق هم کرد دیگه، میگه جهش ضمیر نداشته باشه، این جهش ضمیر داشت. دست از فتراک تو گرت حواس که معشوق نکسلت پیمان، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. خدایش مفعول مسندی هیچ جوره نداره. نزدی شاه رو خفوت شد امکان، حافظ چه کنم بازی ایام مرا غافل کرد. مفعول مسند آیا اصلا ضمیر پیوسته داره؟ ببین
اصلا با ما سر جنگ نداره، اصلا اذیت و آزار نداره. بازم میگم روسیاییش بمونه برای هر طراح بدی که در این مدت تو این آزمونه مختلف هی شما رو از این ساختار دور کرد. نه آقا، فرصت هست که بیای تو همین ساختار. جنگ نداره، اصلا این زمین پیوسته نداشت. مفعول مسندی هم که داره میبینی مثل روز روشنه. دلم گرفت، ولش کن. آرزوس، ولش کن. مفعول مسندی میخواستیم. خب، فاعلی نسبی مفعولی لیاقت. بریم ببینیم. باز هم تأکید میکنم. با چیزهایی که مطمئنی برو جلو. قرار نیست هر چارتشو بدونیم. در میان عشق‌بازان کوهکن مردانه رفت. الان این کوهکن جای شک داره، مردانه جای شک داره. کوهکن درسته که صفت جانشین اسمه، ولی فاعلی و نسبی. مردانه نسبیه، اینم نگهش میداریم فاعلی. عجله نکن، ممکنه در یک مورد چند تا صفت باشه، ولی چیدمان گزینه ها رو میبینیم. رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن. رها از نظر ساختاری فاعلیه، اما من روی این حرف دارم، چون رها رو تو بعضی کتاب های دستوری فاعلی نمیگیرن، مفعولی میگیرن. بریم که شد ساخته کارش از زهر چشم. ساخته شده، این قطعا مفعولیه. تا اینجای کارم که هیچ چیز شک برانگیزی برای مفعولی نداشتیم. ببینیم سومین جیم کدوم هاست. سه تا به مفعولی نداشت. دال، باقی از رنگینی گفتار دارم دیدنی. دال هم که مفعولی نداره. خب دو تا گزینه داریم، حالا میریم سریع چک میکنیم. دیدنی لیاقت دیگه، درسته؟ قابل دیدن. پس دال رو میدم به لیاقت، جیم رو میدم به مفعولی، الف رو میدم به نسبی به خاطر مردانه، و ب رو میدم به فاعلی به خاطر رها. جمله مرکب. جمله مرکب یعنی حرف ربط وابسته ساز ندارد، میگه فاقد جمله مرکب. خب حروف ربط وابسته ساز گاهی هستن، گاهی میشه اضافه کرد. بریم ببینیم. گله از فراق یاران و جفای روزگاران نه طریق توست سعدی، کم خیش گیر و رستی. مرکب ندیدیم، ولی شکمون رو نگه میداریم، میریم مطمئن بشیم. باری مگرت بر رخ جانان نظر افتاد که سرگشته چون من در همه آفاق بگشتی. بره کنار، جمله مرکب دارد، صورت هایتون رو چک کنید. ولی چندان که دارد، گرت دارد. جواب یک. 16. خب با موارد آسونتر، قطعیتر، کم زمانتر پیش میریم که زیاد فرقی هم ندارن نسبت به هم. صفت پیشین میخواد، صفت پسین میخواد، صفت فاعلی هم میخواد. بدان که قرآن مانند است به بهشت جاودان. این صفت پسین جاودان. در بهشت از هزار گونه نعمت، هزار وابسته پیشینه برای نعمت، اینم پیشین. و در قرآن از هزار گونه پند، باز هم پیشین. و حکمت است، مثل قرآن مثل آب است روان، باز هم صفت پسین و از نوع فاعلی. خب این صحیح گفته بجز آب روان، روان رو به اضافه آن صفت فاعلیه. پس بچه ریاضی و تجربی و انسانی ببینید، ممکنه ریاضی و تجربی، ممکنه صفت فاعلی در کنکور شما هم به پررنگی کنکور هنر باشه. حذف فعل به قرینه لفظی و معنوی. قرآن مانند است بهشت جاودان، هزار گونه نعمت است، پند و حکمت است، است بود بود. جواب دو. چی میخوای دیگه از یک تست ساده؟ ها؟ پیشفرض بازم میخوای بذاری واسه این تستا، بگی من نه این فرم از تستو حل میکنم؟ این از همهشون ساده تر بود. تمام جملات فعل داره، حذفی در کار نیست. جواب دو. حالا
جمله ساده و غیر ساده هر دو رو داره، بدان که جلوتر هم جمله ساده ازش دیدیم، این جمله مرکبش بود. ممیزش مهمه، هزار گونه نعمت، هزار گونه پند. نقش تبعی لابد یه معطوفی چیزی هست دیگه، اینا معطوف. واژه دو تلفظی جاودان یا جاودان. خب بریم ببینیم قرابتهاش چی بوده. بر تیر جورتان تحمل کنیم تا سختیه بگذره، دل به هجران تو عمریز شکیباست، ولی بار پیری شکنت پشت شکیبایی. خب پس اینم که قرار لایق صحبت بزمش بشه. ببین پس اونا که ارتباطی کمتری داشتن رو پذیرفتیم، نمیشه گفت چه درصدی خوبه. هر کس به نسبت تلاشی کرده، میانگینی که از خودش داره و اینها میتونه بیاد دستش، هر کس به نسبت خودش، اصلا حکم کلی نمیشه داد. مفهوم مقابل، توصیه میکنم قطعی ها رو بردار. خب اون قطعی ها رو بردار، حذفشون کن و بعد ادامه بده. خب اعتقادی بنما، اعتقادی بنما و بگذر بهر خدا، بگذر بهر خدا تا در این خرقه ندانی که چه نادرویشم. غفلت و بیخبری سخته. سری میرم بعدی. آبش و نخل بادیه از ابر میرسد، هر کس که التفات به هر جو نمی به هر جو نمی کند. مناعت طبع قطعا درسته، مناعت طبع عزت نفسه که خواستها و خواهشهای حقیرانه نداره. چو گفتمش که دلم را نگاه دار، چه گفت؟ ز دست بنده چه خیزد، خدا نگه دارد. از بنده کاری نمیاد، ابراز عجز. بین یک و چهار میخوام انتخاب کنیم. ای داور زمان، ملوک زمانه را جز بر ارادت تو مسیر و مدار نیست. مسیر و مدارشون بر ارادت توه، پس خودشون اختیاری ندارند. ببین سخت، آسان، آسان، بی ربط، همون فرم همیشگی. دو تا آسان بین یه دونه سخته، حالا کم ربط، با یه گزینه خیلی بی ربط باید انتخاب کنی. تراب آینه داران چه التفات بود، چون این که شیفته یه حسن خیشتن باشی. یه ذره صورتش ما رو میترسونه، میگه تداعی کننده یه مفهوم بیت زیر است. خب یاری که همش داره خودشو نگاه میکنه، نیازی به به عاشقی که جلوش آینه نگه داره نداره. ظاهر و باطن مردان به صفا میباشد، پشت این آینه ها روی نم. بره کنار، معطل اون نکنه. هر که را آینه گشت از خود نمایی سد راه، چون سکندر ناامید از چشمه حیوان شده. خودبین هست، ولی کدوم عاشقی جسارت سرزنش معشوقو داره؟ چرا اساسا باید خودبینی دلیل محرومیت باشه؟ صورت سوال که چنین چیزی نداره. دامه به نظرم، به نظرم دامه. پیش چشمی که به غیر از تو مثالی نپذیرد، چشم عاشق، چون در چشم عاشق فقط معشوق است. حیف از آن روی نباشد که به آینه نمایی، تو نیازی به آینه نداری. پس به نوعی تقاضای التفات هست، رویش رو هم هی داره به آینه نشون میده، میگه تو چقدر خودتو به آینه نشون میدی، یه نگاهی هم به ما کن بابا، چشم ما هم آینه توه و در این چشم فقط تو هستی. به نظرم باید سه باشه، باید کلید کنکور رو باید دید. منکر آینه باشد چشم کور، دشمن آینه باشد روی زر. بره کنار، خدایی به معشوق قصد فحش دادن نداره. خب سوال 20. صورت سوال آشناه، یه کفه کریم بودن داره، کریم باش، یه کفه آزادگی داره، ببینیم کدومو میخواد پوشش بده، هر دو رو یا یه کدومو. رعناتر از سرو ز اشجار میوه دار، آزاد هر که گشت سرفراز میشود. ببین دست کم سرو باش و آزاده. سوال خطرناکیه،
ببین این سوال اساساً سوال سلیقه‌ایه، از اوناست که طراح یه ماه دیگه بهش بگیم حلش کن خودش یادش نمیاد تو چه مسیری به پاسخ رسیده. خب پس خیلی باید محتاط باشیم. الان یک میاد میگه سرو از همه بهتره، سرو بهتر است. گر نداری میوه افکندنی چون سرو و بید، غیرتی کن سایه باری بی افکن بر زمین. این سایه افکندن به نوعی بخشندگی هست. میوه شیرین، ولی کدوم طرفشو پوشش داد؟ میگه اگر میوه نداری سایه بی انداز. من باز میتونم بگم سرو بهتر است از جهت آزادگی، ولی دورو چی کارش کنم؟ میوه شیرین اگر پیدا شود در سرو و بید، عاقبت عافیت پیدا در این فیروزه گلشن میشود. ببین مشروط به امر محال. پشت گوشتو دیدی منم میبینی، خیلی بی ربطه. ضربت گردون دونم همه تون میشناسینش، بی ربطه. خب حالا اینجا سر این دوراهی باید چیکار کنیم؟ به نظر طراح یه مقدار ظاهری نگاه کرده. دست کم مصرع دوم رو که آزادگی باشه رو پوشش داده، ولی دو من ندیدم طرف اینو. سوال بدیه، سوال بدقلقیه. خب میشه گفت این تست، فقط این تست اذیت کن بود تا اینجا کار. اصالت ذاتی، استبداد، مغلوب گشتن، تدبیر، ظرفیت وجودی. خب بحر به صد رود شود آرامگیر، جوی به یک سیل برآرد نفیر. بحر و ظرفیتش کجا، جوی کجا؟ پس ظرفیت وجودی رو میدم به الف. آنجا در آن برزخ سرد، بیت کتاب درسته؟ بیت کتابم تو اون فضای انقلابی بود، در فضای استبداد بود، پس استبداد رو میدم به ب. گیتی اهل وفا نخواهد شد، شور آب روان نخواهد داد. ظرفیت اصالت ذاتی، اصالت ذاتی جیم. خب سر گرگ باید هم اول برید، نه چون گوسفندان مردم دارید. این رو بدیم به تدبیر. بدو گشته بدخواه او چیره دست، به کارش در آورده گیتی شکست. مغلوب شدن رو داریم که میدیمش به. ترتیب جیم به دال الف رو چک میکنیم. جیم به، جیم به ه دال الف. خب فقط یه چیزی این ظرفیت وجودی و اصالت ذات یه مقدار ممکنه دامساز باشه. یعنی ما اگه برعکسش کنیم گزینه‌ای داریم که طراح این کار کرده باشه، یعنی دقیقاً اینجوری باشه، یعنی این رو بیاره الف، این رو بیاره آخری رو بیاره برای جیم. داریم چنین چیزی؟ الف به ه دال جیم. میبینید؟ پس طراح تو همین قسمت هم که یه مقدار شک برانگیز بود چنین گزینه‌ای نیاورده که لازم باشه ما بحث کنیم در موردش. خب سوال بعدی، تعب هم خوشی هست هم رنج هست. تعب بی تعب نخواهد دید، که جای نیک و بد است این سرای پاک و پلید. ببین پر از خوبی و بدیه، پر از خوبی و بدیه. بی تلخی قطره ما را، به تلخی قطره ما را ز دریا ابر اگر گیرد، به شیرینی دگر در کار دریا میکند ما را. پس اگر یه موقعی تلخ هستیم یه وقتای شیرینیم، نگهش داریم. تو خواهی نیک و خواهی بد کن امروز ای پسر، کینجا عمل گر بد بود و نیک بر عامل رقم گردد. چقدر قشنگ گزینه بی ربط بود. دل چه بندی در این سرای مجاز، همتت پست کی رسد به فراز. خیلی بی ربط.
ز نیرنگ هوا و از فریب آز خاقانی دلت خل است خالی ساز از طاووس و شیطانش. خیلی بی ربط. می‌بینی هیچ چیز غافلگیر کننده‌ای نداره، یعنی همون تعداد سختی که انتظار می‌رفت که ممکن بود یکی دو تا از تست‌ها یه مقدار چالشی باشه، اختلاف نظر باشه بین معلم‌ها، معلم‌های مختلفی گزینه‌های مختلف بگن، هست کماکان، ولی مابقیش همون ساختار همیشگیه. ادامه. گفت حق اندر سفر هر جا روی باید اول طالب مردی شوی. این یه نکره است، نمیگه مردی کن، طالب مردی شوی. خب شک داری، فقط حواست باشه سر آزمونت گزینه یک سایه نندازه رو همه گزینه ها، که هی فکر کنی همه چیز رو باید به نسبت یک بسنجی. ادامه بده، یک هم که فهمیدی چیه یا نفهمیدی. در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم، با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن. یک جوری حضور پیر لازمه، پیروی از پیر و مراد و دلیل راه لازمه. خب اینو فهمیدیم چیه. به منزل میرساند سالکان را تپیدن هاگ بیتابانه دل. کو نفر دومش؟ اینم براش علامت بذار. کو سالک پیر و اینهایی در کار نیست. چهار، کار از تو میرود مددی ای دلیل راه، که انصاف میدهیم و زراح افتاده ایم. بچه ها دو تا گزینه مثل هم پیدا کنید، هر دو رو با هم حذف کنید، گزینه های باقی مانده رو به نسبت اونها بسنجید. اونایی که دانش آموزن نیستن، مجدد میگم در این تیپ تست قرار نیست سه تا مثل هم پیدا کنی، دو تا مثل هم پیدا کن، دو و چهار مثل هم، هر دو با هم حذف. حالا یک به دو و چهار نزدیکتره یا سه؟ خب مسلما سه دوره، چون طرف دیگه ای، شخص دیگری، یاوری در کار نیست، راهنمایی در کار نیست. 24. خب 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 ابیات مفهومشون یکسانه. وصلت آن کس یافت که از خود شد فنا، هر که فانی شد ز خود مردانه است. به نظر میرسه که فانی شدن از خود، البته که این وصلشان در نظر داریم، شاید بهش نیاز پیدا کردیم، یعنی فانی شد تو به وصل برسی. گر کشته ز عشق تو شوم صاحب نامم، ور زنده ز کوی تو روم مایه ننگم. عاشق آماده است که کشته بشه ها. در جلوگاه جانان جان را به شوق دادم. سوال داره سخت میشه نه؟ در روز تیرباران مردانه ایستادم. از شجاعت نیست با نامرد گردیدن طرف، روی گردانیدن اینجا حمله مردان است. کنکور میخواد همه چیزو با هم بسنجه، میخواد زرنگی تو رو هم بسنجه. ما فهمیدیم که دال با هیچ کدوم ارتباط نداره. خب بریم ببینیم با دال میشه چیا رو حذف کرد. حذف حذف حذف. جواب یک، اون میگه نوش جونت، اگر اینقدر زرنگ هستی که بعد بری تو گزینه ها، نوش جونت حذف کن برو. اصرار نداره که همه نزنن، همه غلط بزنن. خب پس به همین راحتی حالا اثبات یک رو بریم. الف رو فهمیدیم چیه، جیم هم که فهمیدیم چیه، هرم بخونیم. به راه عشق به مردانگی سپردم جان، دیگه چی میخوای؟ حالا بیا و پیش فرض بذار، بگو من این تیپ از سوال نمیخوام حل کنم. حل کن، شاید داخلش به شما ارفاق کرد مثل الان. آخرین سوال، آخرین سوال، آخرین سوال. خب یه نگاه به گزینه‌ها کنیم ببین چه خبره. تیپ جدید، خدا به خیر کنه کنکورهای آزمایشی بچه های 1401 از شما که گذشت دیگه، الان آزمون‌ها آش شل قلمکار می سازند از ترکیب قرابت و املا و دستور و همه چی، آیه هم می آورد دیگه حل می شد. خب حالا
از آسمان تاج بارد اما بر سر آن کس که سر فرو دارد. کلام تواضع پیشگیر. صحیح. هفت جمله داره. خب برای شمارش جمله همه فعل های موجود، همه فعل های محذوف و همه شبه جمله ها از قبیل مناداها. یه هایلایت دیگه برم. ای منادا، داری، کرم کن، پیشگیر، کافی‌تر نیست و دارند و گویند. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت. هفت جمله. ضمیر ت در ات در خلقت نقش مفعولی دارد. که خلقت دوست دارند. چه کسی را؟ تو را. هر دو درست. یه دونه غلط املایی داره. مال از بحر و مترادف واژه مقام هم هست. مقام جاه. آقای طراح عزیز، اون حکایتی که داخلش مقام و جاه و اینا بود حذف شده بودا، نباید می آوردیم. اما اب نداره، ادامه میدیم. منادای محذوف داریم. ای که، یعنی ای کسی که، و یک ترکیب وصفی. ای که مال از بحر جاه دوست می‌داری، کرم کن و تواضع پیشگیر که جاهی از این رفیع‌تر نیست. جاهی رفیع‌تر از این وجود ندارد. یا از این رفیع‌تر، از این مکس می‌کنیم، رفیع‌تر جاهی وجود ندارد. این متممه، ترکیب وصفی نساخته. رفیع‌تر هم که قیده و ترکیب وصفی نداره. این سوالو سخت کرد. چاره‌ای نیست، باید همینو بگیریم. البته که بی‌ارادم نیست. خب بچه‌ها، این 25 تا سوال کنکور هنر و و و و و, و. امیدوارم که اول همه به آرامشتون توجه کنید. آرامشتون. یک سال بر اساس کنکور 99 رفتید، اینم همونه، فرق خاصی نداره. پیشفرض نذاری ها. کسی که پیشفرض بذاره برم من قرابتاشو بترکونم، برم من دستوراشو فلان کنم، آرایشو فلان، اون آدمی که پیشفرض میذاره بازنده است، چون ذهنیت داره. وقتی ذهنیت داره تمرکز کامل نداره، ادعاش میشه. یه مسیر جدید پیش روته، انگار نه انگار که در جایی تسلط یا ضعف داری. برو ببین کجاش پیچ و خم داره، همشو با تسلط رد کن، چشم بسته نرو. خب من نمیدونم چت قرار باز چه نشه، جریان چیه، که امیدوارم دوستان به من بگن. اگرم تمامه که هیچ.